هستم. بفرمایید. الو، سلام. سلام بر شما. خدمت شما. من میخواستم خیلی کوتاه صحبت کنم راجع به وضعیتی که تو کشور ما هست در رابطه با این ویروس کرونا و وضعیتی که رژیم به وجود آورده صحبت کنم. بله. همونطور که انتظامی هست میدونیم که رژیم آخوندی با چهره ضد بشری خودش و در رابطه با ویروس کرونا با نمایش به نمایش گذاشت و برای چندمین بار این مسئله رو ثابت کرد که نه تنها نمیتونه مدیریت بحران رو انجام بده، بلکه برای جان انسان‌ها هم ارزش قائل نیست. طبق آمارایی که رسیده بیش از 30,000 نفر از هموطنان ما قربانی شدند و این در حالی که رژیم به طرق مختلف سعی میکنه که این حقیقت رو کتمان و یا سانسور کنه و حتی قربانیان خیلی کمتر از این نشون میده. در این حال میدونید که خیلی ها رو به خاطر اینکه اخبار مربوط به کرونا رو منتشر کردن دستگیر کردن، براشون حکم حتی صادر کردن. علاوه بر این مطبوعات و صدا و سیمای رژیم با وقاحت هر چه تمام‌تر سعی دارن که این مسئله رو طوری جلوه بدن که مردم رو در شیوع کرونا مقصر میدونن، در حالی که یک ماه پس از ورود کرونا به ایران وزیر بهداشت و سایر مسئولین مسئله رو کتمان میکردن و تا بتونن یه نمایش از یه نمایش شرکت کرده انتخاباتشون رو اجرا کنن و از طرف دیگه راهپیمایی 22 بهمن رو به نمایش بگذارن. هرچند دست رژیم برای همه رو شده، اما واقعا جای سواله که چرا با وجود ثروتی که تو کشور ما هست مردم باید برای نون شبشون قرنطینه رو ترک کنن و ریسک خروج از خونه رو و کار کردن رو بپذیرن؟ چرا باید تجهیزات پزشکی و کیت‌های آزمایش قبل از مراکز درمان بین سپاه پخش بشه؟ شنیدیم که گشت‌های سپاه در بعضی از خیابان‌ها با ماسک و تجهیزات رفتار می‌کنند و این در حالی که در ماه‌های اخیر تعداد زیادی از پزشکان و پرستارای ما به خاطر نبودن تجهیزات جون خودشون رو از دست دادن و مردم کوچه و بازار خیلی به ندرت میتونن تجهیزات رو برای خودشون تهیه کنن، اونم با قیمت‌های خیلی خیلی بالا. خیلی از مردم در شهرهای مختلف کارگران روزمزد صاحبان کسب و کارهای کوچک هستند که در شرایط موجود یا بیکار شدن یا به سختی روزگارشون رو میگذرونن، چون دولت از اونها پشتیبانی اقتصادی نمیکنه و این در حالی که پولهای گزافی خرج انتقال مزدوران و آخوندهای رژیم به مناطق امن میشه برای حفظ سلامتیشون. آخوند روحانی در تلویزیون رژیم میاد ادعا میکنه که افراد اگر خودشون رو نبازن بیمار نمیشن و نباید این مسئله رو خیلی جدی بگیرن، ولی خودی از طرف دیگه بهترین تجهیزات و مراقبت‌های ویژه رو در هنگام بیماری ازش برخورداره و این تنها مردم مظلوم هستن که باید تاوان حماقت بی‌تدبیری اونا رو بدن. این ظالما از هر فرصتی برای مکیدن خون ملت استفاده کردن و میکنن. برای رهایی مردم ایران هیچ راهی به جز سرنگونی این جانیان و جایگزین کردن آلترناتیو با صدایت وجود نداره. ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار من گذاشتید. درود بر شما خواهر گرامی. الهه از سوئد و بحث بسیار کاملی کردید از آنچه که در ایران میگذره تا راه حل هایی که در واقع راه حلی که برای این موضوع پیش روی همه مردم ایران هست و به همون هم قیام کردن. ممنونم از شما. روی فیسبوک ارتباط مستقیم هموطنی یک شعری فرستاده، شعرش بلند هست در وصف رژیم آخوندی. من ازشون اجازه میخوام که بخشی از اون رو بخونم با توجه به محدودیت وقت برنامه. شعری که در واقع یک رگه از طنز در اون هست، میگن ظریفی به عظما بگفته جناب برو بعد از این کشک خود را بساب، نه ویروس یابت نجاتت دهد، نه مهواره آب حیاتت دهد. 40 سال ویروس ایران تویی، فزون از 40 سال ویروس تو. کرونای ملعون و منحوس تو، سزایت بود آتش و انهدام، بسیج و سپاه و تمام نظام، بود داروی انهدامش قیام، رها گردد و شاد ایران زمین. تشکر میکنم از هموطن خوشذوقی که این شعر رو که البته شعر بلندتری بود بر روی فیسبوک ارتباط مستقیم برامون فرستادن.
دو روز پیش آخوند روحانی باد به غبغب انداخت و مدعی شد که وضعیت رژیم آخوندی خیلی بهتر از کشورهای اروپایی و غربی است. من دو روز پیش که میگم یک نمونه شه دیگه، تو همین روزها از جمله همین امروز هم باز در همین فضا صحبت کرد. البته خب وضعیت آخوندها و پاسداراشون که میلیاردها دلار ثروت جامعه ایران رو غارت کردن و میکنن و شهرکهایی به اسم باستی هیلز و غیره درست میکنن که قیمت حداقلی هر کدوم از ویلاهاش 200 میلیارد تومانه، خب در واقع ویلاهایی است که آجرهاشو از تار و پود مردم محروم ایران ساختن، روشنه که وضعشون خوبه از کشور اروپایی که سهل دست از پولدارترین ثروتمندان کشورهای مختلف بهتره. اما اگر نگاه رو به سمت زندگی مردم بچرخونیم، اون وقت واقعیات رو می‌بینیم، واقعیت‌های تلخی که نمونه‌هایش رو در اخبار مستمراً می‌بینیم. از جمله نگاهی بکنیم به کپرنشینان در سیستان و بلوچستان تا ببینیم که این که میگه از بسیاری از کشورهای اروپایی و غربی وضعیتمون بهتره تا کجا دجالگرانه و وقیحان است. زن سرباز هست در استان سیستان و بلوچستان و اینجا کپرنشین آدوپان هست در جاده سرباز به ایران شهر. واقعا که بعضیش هم شناسنامه ندارن و مدرسه هم که ندارن، بچه ها اصلا درس نمیخونن. اینا کپر وضعیت فاجعه بار مردمی که همه دارایی های خودشون رو غارت شده میبینن توسط رژیم ولایت فقیه. میگه اصلا مدرسه ندارن که بخوان دیگه وارد مسائل و مشکلات آموزش پرورش بشن، از بنیاد چیزی ندارن برای خودشون. اینجاست که واقعا در قطب مخالف این و درست رویاروی رژیم آخوندی ارزش کار هموطنانی که در این وضعیت با تشکیل شوراهای مردمی و با تشکیل گروه های مستقل کمک رسان هستند برای نیازمندان و اونهایی که راه فریاد و برخواستن رو هموار میکنند باز هم بایستی تقدیر کرد و درود فرستاد به اونها. نمونه‌ای از فعالیت‌های اونها رو با هم ببینیم. بنی و یادیک خدا او روز زرت له هر وقتی نیاز من بکارو کار افرینی هیا دیره لبنا رستانی شرف یه بتوانی تلاش و هدفی نظم آبکم یه هم هنرست هم هنر رو کن هم هنر آموزتن اوش که لخمر و شو نیاز جمعه داری در شما تا بشه خیاتی نسید که یه هم یا صغون و بازغون تحصیل دهن به صورتی علمی دوید دادن هم درسی تولی و هم درسی عملی. در شامو زوشت خیاتی به تو فرگای عملی مشغول به فعالیتی و علم به هر حده دا فقط تو زیدی ویروسی کرونا و ضرورتی خبر این قسم بکاری کمیدی ماس و این واسایی دوزوله و شیر کردوا و تعلیم هزار دانه ماس به صورت رایگان تحویل هم تشبه درش داوا و همچنین کمیدی ماس من مدر و خانهای مکریان بمکان شکل های سنتی و همچنین قمون خلق و هرواها من قوم حالات کم و کرد به اختیاری دوار خدمات قرار داد. مجموعه تصاویری که فقط در همین برنامه دیدیم کافی است که کاملا روشن کنه چرا
کرونای ولایت تبدیل شده به شعاری که این روزها توسط اشرف نشان‌ها و هواداران مقاومت در شهرهای مختلف میهن بر در و دیوارها نوشته میشه و در هر فرصتی فریاد میشه. تصاویر از همین فعالیت‌ها رو با هم ببینیم. بو خلقی کردستان، سلامی بو خلق ایران. مردم دیب بسه، یا نه زندگیه یا نه لذته کهیمه بیمن. و قرآن قسم دی هیچ کام من نیتونیم با او چشیدی که تو هستیم برسیم. من سبکن این مردم بدبخته، سبکن زندگی خدانه دی تاکی تو این بینشین و هیچی نوشین. دی وقت سکی آخونده ایله مفخوره به جنری آنو. بله، هموطنان عزیز، ممنونم از شما به خاطر همراهیتون با این برنامه. تشکر میکنم از همه دوستانی که تماس گرفتند یا گزارشاتی ارسال کردند در این برنامه. در همینجا در پایان وقت برنامه از همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم. یادآوری میکنیم که همه هموطنان میتونن علاوه بر شماره های ارتباطی ما از طریق شبکه های اجتماعی ارتباط مستقیم هم تلگرام، فیسبوک و توییتر با ما در ارتباط قرار بگیرن. آرزوی همبستگی و همیاری هرچه بیشتر داریم برای شما. آرزوی موفقیت و سلامت برای همه مردم ایران. خدا نگهدار شما باشه.